به نام آن که در بدایت بدایت همه چیز و در نهایت نهایت همه چیز اوست. ای خدای پاک و بی انباز و یار، دستگیر و جرم ما را درگذار. یاد ده ما را سخنهای رقیق، کان به رحم آرد تو را ای خوش رفیق. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیرها زسرار توست. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقه قولی. از دعاهای حضرت موسی علیه السلام است. میفرماید خدایا سینه مرا باز کن، کار مرا بر من آسان کن، عقده ها را از زبان من بردار تا مردمی که مخاطب من هستن کلام مرا بفهمن و تفقه کنن. گفت یا رب شرح صدرم کن عطا، سینه ام را باز گردان ای خدا. خواهم از لطف و کرم احسان کنی، کار را از بهر من آسان کنی. ویژه من مهر خود را ساز کن، عقده را تو از زبانم باز کن. عقده بکشا از زبان و کار من تا بفهمن این و آن گفتار من. خدمت همه شما عزیزان درود و ادب و احترام دارم و حضور شما رو در این محفل معنوی گرامی می دارم. در جلسات گذشته موضوع سخن ما آداب و اسرار ضیافت الهی بود و از امروز تا پایان برنامه هایی که ما خدمت شما هستیم، مباحثی رو در ارتباط با مباحث عرفان و قرآن و برهان مطرح می کنیم. هر روزی که من خدمت شما می رسم در بوستان و گلستان قرآن کریم سیری داریم و مجموعه ای از آیات رو من انتخاب می کنم، از هر سوره به مناسبتی اون آیات رو خدمت شما گفتگو می کنم. امشب اون چرا که بیان دارم خدمتتون تقدیم بکنم و چند شبم طول می کشد، تدبر و تفکر در سوره مؤمنون است. یادتون باشد که ما دیشب گفتیم و پریشب که ما چهار کار باید با قرآن انجام بدیم: اول قرائت، دوم تلاوت، سوم تدبر و چهارم تحفظ. برای اینکه این ضیافت رمضان رو به معنای واقعی تحقق بدیم و مهمان حقیقی باشیم، انس با قرآن رو ما بیان کردیم و ماه رمضان ماه قرآن نازل و قرآن صاعد است. خب آیاتی که در سوره مؤمنون، یکی از سوره های بسیار برجسته قرآن کریم، نامش سوره مؤمنون است که در از سور مکی است. سوره های قرآن بر دو قسمت است: سوره های مکی و سوره های مدنی. سوره های مکی سوره هایی هستند که قبل از هجرت پیغمبر نازل شدند، نه اینکه در مکه نازل شدند. و سوره های مدنی سوره هایی هستند که بعد از هجرت پیغمبر نازل شدن. ممکنه در مکه هم نازل شده باشه ولی جزء سوره های مدنی است. سوره مؤمنون اکثر آیاتش مربوط است به سوره های مکی و در آموزه های دینی ما آمده است. اگر کسی مداومت در سوره مؤمنون داشته باشد به سعادت ابدی خواهد رسید، یعنی اون بختیاری و کامیابی و پیروزی و فلاحی که در آموزه های دینی و عرفانی و اسپریچوال مطرح است، اگر کسی تداوم بدهد سوره مؤمنون را، او به سعادت ابدی میرسد. حالا این تداوم با همون چارتایی که من گفتم ها، نه اینکه تداوم هر روز شما صبح این سوره رو ممکنه کسی حفظ باشه، از خونه که میاد بیرون تو تاکسی و تو اتوبوس و تو پشت فرمون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزکات فاعلون والذين هم عن اللغو معرضون. این نه، این فقط قرائت عرض کردیم. اگر کسی مداومت بر این سوره داشته باشد، مثلا شما میبینید که میگن اسماء حسنای الهی، اون اصول اسماء حسنای الهی 99 تاست،
هر کسی 99 تا رو احساب کنه جاش وسط بهشته. این همین روایات داریم. خب الان شما 5 دقیقه طول میکشه که شما همین 99 تا رو زود بگید، خب جاتون وسط بهشته. بلکه منظور از اون اسماء خدا اون تحصیل اسماء خداست. یعنی وقتی که میگیم یا ستار، منم ستار باشم. وقتی که میگیم یا عالم، منم به دنبال آگاهی برم. منظور اینه دیگه، یعنی اسما در من تجلی کنه، خب من بهشتی میشم. اگه من مظهر یا ستار باشم، اگه من مظهر یا عفو باشم، منم عفو کنم، منم گذشت داشته باشم. اگه من هم مظهر یا غفور باشم، خب میشه بهشت دیگه. بهشت یعنی چی؟ بهشت یعنی وجود من بهشتی بشه، یعنی وجود من نورانی بشه، یعنی اون نهرهایی که خداوند میگه در قلب من سرازیر بشه. بنابراین ما وقتی که میگه مداومت بر این سوره، نه معنای این که این سوره رو فقط بخوانیم، تلاوت با آدابش، قرائت با آدابش، تدبر و تحفظ با همه رموزی که ما خدمت شما مطرح کردیم. خب من فکر میکنم امشب فقط آیه اول رو خدمتون گفتگو میکنم، نه همه سوره، یه مجموعه ای تا آیات 11 که خداوند به صورت یک مجموعه ای این آیات رو بیان میکند. میدانید که سنت است در قرآن کریم که خداوند در بسیاری از آیات یه مجموعه ای رو مطرح میکنه، مثلا تحت عنوان عباد الرحمن، صفات عباد الرحمن را ذکر میکند، یا متقین، یا صالحین، یا تائبین، یا عابدین. اصلا در قرآن بحث گروه ها مطرحه دیگه، یعنی این باند ها و دسته هایی که مردم دسته بندی میشن. هم در همین سوره حمدی که در نماز قرائت میکنید، اولین گروهی که معرفی میشه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، نعمت داده شده ها، غیر المغضوب، غضب شده ها، و الضالین، گم شده ها. نگاه کنید اول قرآن سوره حمد که خلاصه همه قرآن است، سه گروه معرفی میشه: نعمت داده شده ها، غضب شده ها، گم شده ها. سوره بقره رو که آغاز میکنیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این چی؟ گروه متقین. هفت آیه بعدش و من الناس من یقول آمنا بالله والیوم الاخر و ما هم به مؤمنین منافقین، بعد کافرین. همینطور این گروه ها رو خداوند بیان میکنه. آیات نورانی وجود دارد که خداوند به صورت یک مجموعه صفات صابرین را ذکر میکنه. در این آیاتی که خدمتون امشب گفتگو میکنیم، خداوند صفات مؤمنین را ذکر میکند. خب آیه سوره مؤمنون با کلمه قد شروع می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون. این کلمه قد در زبان عربی، همطوری که بعضی از دوستان استهزار دارن، ما یک حروفی داریم که اینا وقتی بر سر فعل میان نقش ویژه‌ای در فعل بازی می کنن. این تو زبان عربی بسیار شیرینه و اگر کسی بخواد عبور بکنه در قرآن، یکی از راه‌ها و کلیدهای اولش اینه که انسان زبان عربی رو یاد بگیره. نه اینکه زبان عربی مثلا بره دبی عربی حرف بزنه، نه، ادبیات عرب و زبان قرآن را بفهمد. و بنده در همین جا یک کلاسی تشکیل دادم که گفتم بیایید زبان عربی بخونید، و بنده هم سالهای سال هم در دانشگاه هم در غیر دانشگاه زبان عربی تدریس کردم و رفتم از UBC کتاب گرفتم، هم انگلیسی بود هم عربی، آوردم لانزل دادم، اینا رو چاپ کردن، 20 جلد کتاب آماده کردم، گفتن حداقل 20 نفر میان شرکت میکنن. از کل این جمعیت ونکوور یه نفر اومد تو اون کلاس و اون یه نفر هم دیگه نیومد. توجه فرمودید یا نه؟ اون هم دیگه نیومد. ولی یه مسلمان در حد این که وقتی که داره دعا میخونه اللهم انی اسالک، بفهمی اللهم یعنی چی، انی یعنی چی، اسالک یعنی چی، اون تاکیدات، اون کوچه پس کوچه ها رو درک بکنه. در زبان عربی حروفی داریم که اینها بر سر فعل میان. مثلا شما گاهی منتظر خبری هستید، خبری هست که خبری می آید، شما یه حالت نگرانی دارید که این کاری که من منتظرشم میشه یا نمیشه، تحقق پیدا میکنه یا نمیکنه. یه شخصی بناست بر شما وارد بشه، مخصوصا اگه دوستش داشته باشید، با خودتون میگید که این بالاخره میاد یا نمیاد، میاد یا نمیاد. عرض میکنم خدمتون که به زبان عربی اگر آمدن به شما بگن
یجی او یعنی می آید، من میخوام میاد یا نمیاد. اما اگر یه سین بر سر این یجی او آوردن یا صوفه بر سر یجی او آوردن، گفتن صوفه یجی او یعنی داره میاد، ناراحت نباش، بالاخره امروز نیامد تا پنجشنبه میرسه، صوفه یجی او. یا اگر سین بر سر این عرض بکنم که یجی او آوردن، یعنی سیجی او یعنی به زودی میرسد، یعنی همین الانه که دیگه به تو برسد. این حروف بر سر فعل که میان یک نقش ویژه‌ای دارن، به این حروف میگن حروف تنفیس. حروف تنفیس، تنفیس یعنی چی؟ یعنی یکی از اسماء خداوند یا منفس، از اسماء خداست. یا منفسل چی؟ بخون تو دعا چی میگی؟ یا منفسل کروب، ای خدایی که کروب، اون غمهایی رو میگن که جان انسان رو میخواد نابود بکنه، اونا رو بهش میگن کرب، کروب، غمهای عمیق. یا منفس الکروب، خداوند یا منفس الکروب است، یعنی باعث میشه که این استراب از شما گرفته بشه، نگرانی از شما گرفته بشه و به یه آرامشی برسید، اونو میگن منفس. توجه فرمودید؟ فردی، حالا مثالی که بنده میزنم اینطوری مثال میزنم، ببخشید، فردی از عزیزان ما، از کسی که دوستش داریم، دوستمونه، در بیمارستان بستریه، عمری ازش گذشته، 95 سال و ولی به شدت مریضه و درد داره میکشه، و شما با این که خیلی دوستش دارید و دعا میکنید که شفا حاصل بشه، اما این سختی او رو شما رو نگران کرده که بالاخره باید کار یه سره بشه. اگر آمدن به شما گفتن آقا توجه بفرمید، قد ماتا، قد بر سر ماتا، ماتا یعنی مرد، کلمه قد آوردن بر سر ماتا یعنی چی؟ یعنی این قد از حروف تنفیسه، شما دیگه راحت میشی، نه اینکه راحت میشی مرد، یعنی بالاخره یه آرامشی به شما دست میده، میگه خب بالاخره این همه درد، این همه آمپول، این همه ناراحتی، خب الحمدلله راحت شد. این تنفیس به شما دست میده، غم هست اما اون استراب رو ندارید. به این حروف میگن حروف تنفیس. کلمه قد از حروف تنفیس است. قد یعنی حتما، به تحقیق، افلح المؤمنون، خداوند داره خبر میده که کسانی که مؤمنن در عالم، ترجمه‌ای که برای این تو قرآن ها نوشتن، رستگار شدن. افلح رو به معنای چی میگیرن؟ به معنای رستگاری میگیرن، در صورتی که معنای افلح و مفلحون و فلاح در قرآن به معنای رستگاری نیست. بسیاری از این ترجمه هایی که وجود داره، این ترجمه ها غلطه، توجه فرمودید، خیلی ترجمه ها غلط. آقای دکتر بهاءالدین خرمشاهی کتابی نوشته که در مورد ترجمه های قرآن و تمام غلط هایی که تو این ترجمه های قرآن ذکر شده، اینا رو ذکر کرده. و شما نگاه کنید، حتی بنده خاک پای مرحوم میرزا مهدی الهی قمشه‌ای هستم، مرحوم میرزا مهدی الهی قمشه‌ای که پدر همین قمشه‌ای های معروف، و در کتاب ترجمه قرآن آقای مهدی الهی قمشه‌ای بیش از 100 غلط ایشون در آورده که غلط ترجمه شده، و واقعا هم درست. من عرض میکنم من خاک پای آقای قمشه‌ای هستم، ولی این اغلاط وجود داره، این که گفتم بعد انسان عربی بدونه، ادبیات بدونه. در اونجا ببینید کلمه فلاح یعنی چی. کلمه فلاح به کشاورزان، به کشاورزی میگن فلاحت، کشاورز رو میگن چی؟ فلاح. کلمه فلاح و فلاحت از کلمه فلح میاد، یعنی ف و لام و ه، و فلح یعنی شکافتن، شق کردن، بریدن، شخم زدن، این معنای فلحه. یعنی وقتی شما میشکافی چیزی را، اون رو بهش میگن فلح، مثل فلق. فلق هم به معنای شکافه، قل اعوذ برب الفلق، پس این به معنای شکافتن است. خب حالا قد افلح المؤمنون یعنی چی؟ یعنی به تحقیق شکافتن مؤمنین، شکافتن یعنی چی شکافتن؟ اگر شما توجه کنید، انسانی که یه هدف بلندی داره، انسانی که دنبال سعادت، انسانی که دنبال رهایی، یه هدف بلندی داره، در برابر او قطعا موانعی وجود دارد و این انسان باید حرکت بکنه، طلب باید در وجودش باشه و با این طلب باید بلند شه و حرکت بکنه. ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست یا به جای، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. انسان در اثر تحصیل بلا و سختیه که خودشو میشناسه و استعدادشو درک میکنه. بنابراین شما اگه الان میخواید دکتر بشید و پزشک بشید،
اینطوری نمیشه که پای تلویزیون بخوابید و پزشک بشید. باید بلند شید، درس بخونید، تالار تشریح برید و باید موانع را بشکافید، باید موانع را قلع و قمع بکنید. در زبان عربی یک مثلی است، میگن الحدید و بالحدید تفلح. یعنی چی؟ یعنی آهن با آهن شکافته میشه. یعنی هر چیزی رو میخوای جوابشو بدی باید از جنس خودش باشه، هر چیزی از جنس خودش باید در برابر او قرار بگیره. خانومه میاد مشورت میکنه، میگه آقا شوهر من اینطوری کرد، اینطوری کرد، اینطوری کرد، یا آقای میاد میگه این خانومه این کارو کرد، این کارو کرد، این کارو کرد. بعد جوابشو چی میدیم؟ ما میگیم که الحدید و بالحدید تفلح، تو باید از جنس او بشی تا بتونی جوابشو بدی، چون تو از جنس او نیستی اینجا مظلومی. اگه از جنس او شدی اون وقت میتونی تو دهنی بهش بزنی و نمیتونی از جنس او بشی. توجه فرمودید؟ بنابراین اینجا فلاح یعنی شکافتن و لازمه رستگاری و خوشبختی، لازمش این است که موانع را انسان بشکافه، مثل کسی که در دریا قرار میگیره و باید این امواج رو بشکافه و جلو بره و از ساحل دور بشه تا به عمق برسه، تا به اون مروارید برسه. پس قد افلح المؤمنون، یعنی مؤمنین هستن که با ایمانشان به سعادت میرسن، اما لازمه این سعادت فلح هست. فلح یعنی شکافتن. خب معنای دومی هم این فلاح داره. پس معنای اول گرفتید چی شد؟ معنای دوم عبارت است از دوام و بقا و خلود. این عالم عالم خلود نیست، عالم جاودانگی نیست. دولت‌ها همه مستعجلن، جوانی من مستعجل است، قدرت من مستعجل است، ثروت، شهرت، حیثیت اجتماعی، همه اینها عالم عالم قرار نیست، عالم بیقراره. شما دنبال این بیقرارهایی که میبینی، همه چیز در این عالم بیقراره و شما زندگیتون بیقراره و این دنیا مزرعه است، اما خداوند وعده‌ای داده است، یه خلودی وجود دارد، یک جاودانگی وجود دارد. انسان‌ها در ذاتشون عشق به خلود دارن. اصلا آدم ها فکر میکنن همیشه جاویدن. این جاویدشاه که ما میگفتیم، عرض میکنم خدمتون که اون جاویدشاه برای هر انسان، انسان جاویده و انسان در وجودش خلوده و به خاطر همین هم خداوند به فطرت انسان جواب داده و گفته من شما رو به هستی و به زندگی دعوت میکنم که در اون شما جاوید هستید. و حتی وقتی که شیطان میخواست پدر ما رو فریب بده در بهشت، بهشت گفت چی؟ گو برو از این درخته بخور، از میوه این درخت. چرا؟ هل ادلک علی شجرت الخلد، آیا میخوای ای آدم تو رو هدایتت کنم به سمت یه میوهی که اگه بخوری جاوید میمونی؟ چون انسان در ذاتش دنبال جاودانگی هست، بنابراین رفت و اون میوه رو خورد. و در چین و در ژاپن و در شرق عرض میکنم که قبرستانهایی کشف شده که این قبرها انسان‌ها رو در اون قبرها که گذاشتن ظرف غذا بالا سرشون بوده و استخون بوده. اعتقاد داشته انسان بدوی وحشی به جاودانگی انسان، به خاطر همین میگفته این الان احتیاج به غذا داره. این عقیده خرافیه، ولی اصل اون حکایت عظیم میکند که انسان هرگز نمیمیرد. حالا در اینجا خداوند میفهمید فقط مؤمنون هستند که در اثر تلاش به یک سعادت باقی و جاودانه و لایتغیر و با قرار میرسن، نه با فرار. توجه داشته باشید. قد افلح چی؟ مؤمنون. خب اما حالا در اینجا این کلمه دوم رو باید توجه کنیم. افلح رو که ما خدمتون توضیح دادیم، حالا میرسیم به این قد افلح المؤمنون، یعنی به تحقیق رستگار شدن کسانی که مؤمنن. این مسئله مؤمن هم خیلی بحث قابل توجهیه. ما با کلمه مؤمن آشناییم در قرآن، این همه مؤمنون 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 و ایمان، یا ایها الذین آمنو، آمنو ایمان بیاورید، یؤمنون بالله و بما انزل الیک من قبلک، اینا ایمان میارن. ولی اگر شما برای یک فرد خارجی که اومده مسلمان شده بخواید بگید ایمان چیه، میتونید بگید ایمانو بهش نشون بدید؟ یعنی خداوند در قرآن به ما امر میکنه ایمان بیارید، مگه نیست؟ یا ایها الذین آمنو، آمنو بالله، مگه امر نمیکنه؟ شما الان بنده امر میکنید که آقا یه لیوان آب برام بیار. خب معلومه که من بلند میشم میرم یه لیوان آب میگیرم زیر شیر یا از توی یخچال لیوانو میذارم میام به شما میگم. یه فرد خارجی که تازه اومده مسلمان شده به شما میگه این قرآن شما میگه اقیم الصلاة، میگم من چیکار باید بکنم؟ من دارم امر میکنه به من باید چیکار کنم؟ شما بلند میشی وضو میگیری، بهش یاد میدی، میگی این وضو ماست،
بعد رو به قبله وام میگه الله اکبر، رکوع سجود همه رو بهش نشون میده، این قشنگ میفهمه دیگه، یعنی تو مشتش پر میشه که نماز چیه. بعد به شما میگه که آه حالا فهمیدم اینو. بعد میگه قرآن شما میگه زکات بدید، زکات چیه؟ میگه آقا یه مقداری از مال تو، از مالت باید بگذاری، این مال رو بده. خب بعد میگه که این در این قرآن شما خداوند میگه ایمان بیارید، بعد چیکار بکنم؟ شما میتونید جوابشو بدی؟ ایمان بیارید یعنی چیکار کنم؟ چون خداوند داره امر میکنه به ما، همونطور که میگه نماز بخونید میگه ایمانم بیاری. حالا ما چجوری باید ایمان بیاریم و این ایمانو چگونه میشه به دست آورد؟ اصلا چه شکلی ایمان الان در بین این جمعیت و در بین آحاد مسلمان ها؟ شما سوال کنید برای ایمان یه تعریفی بکنن که چه زمانی شما ایمان پیدا میکنید. الان همه تون شما میدانید که روز داره تمام میشه، الان دیگه عصر است و مغرب است و روز داره تمام میشه. آیا این دانستن شما ایمانه؟ آیا ایمان یعنی دانستن؟ اگه من چیزی رو بدونم میتونم بگم من مؤمن هستم؟ یعنی الان یه نفر میدونه که قیامت هست، آیا یعنی این ایمان به قیامت داره؟ کسی میدونه خدا هست اما این ایمان به خدا داره؟ این بحث ایمان خیلی مهم. بعضی از واژگان هستن مثل همین کلمه ایمان، مثل نماز مشت پرکن نیستن، یعنی شما نمیتونید مشخص بکنید. باید بریم یکی یک آیاتی که راجع به ایمانه و خداوند صفاتی برای مؤمنین ذکر میکنه و ایمان رو تعریف میکنه، یکایک اینها رو کنار هم بذاریم، این پازل ها رو، و یک انگاره ای از ایمان میاد در ذهن ما، نه اینی که شما ایمان رو درک میکنید، یه انگاره ای میاد، میگیم حالا مؤمن به این میگن. توجه داشته باشید، خب اون مؤمن قرآنی ها، نه مؤمنی که ما ترجمه میکنیم این خونه ها خونه بغلیمون مؤمنن. یعنی چی مؤمنن؟ یعنی خانمشون چادر مشکی سرش میکنه، سالی دو بارم میرن به سوریه، هر سال هم میرن حج، اینا خیلی مؤمنن، یا خونه شون همیشه روزه خونیه. اینی که ما نمیگیم این ایمان یه معنای دیگه ای داره، نمیگیم حالا اونا، من جسارت نمیکنم، ولی این ایمان باید ترجمه. من برای شما 15 عنوان از قرآن آوردم که قرآن به ما میگه این ایمان چیه، یعنی انگاره رو میخواد بگه ها. اولین نکته، این 15 تا رو سریع براتون بگم، خدا رحم کنه به شما. اولی این استش که خداوند میگه اولا این ایمان کار قلبه، یعنی با قلبت ایمان میاری، کار قلبه. قالت الاعراب آمنا، آیه قرآنه، اعراب اومدن به پیغمبر گفتن ما ایمان آوردیم. خداوند میفهمد قل لم تؤمنو، شما ایمان نیاوردید، ولکن قولو اسلمنا، بگید ما مسلمان شدیم، ما ایمان نیاوردیم. بله مسلمان با مؤمن فرق میکنه، یه نفر ممکنه مسلم باشه اما مؤمن نباشه، اسلام رو قبول کرده، شهادتین هم داده، حالا که شهادتین داده میتونیم زن بهش بدیم، میتونیم ازش زن بگیریم، میتونیم باش معامله بکنیم، خیلی کارهای دیگه میتونیم بکنیم، اما این مؤمن نیست. در این آیه میگه ولکن قولو اسلمنا، چرا؟ ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، خداوند میگه هنوز ایمان داخل قلب های شما نشده. پس اولیش اینه، من براتون آوردم، عرض میکنم سوره مائده آیه 41، لم تؤمن قلوبهم، اینو بعدا مراجعه بفرمایید. دومین صفتی که برای ایمان ذکر میکنیم فعل اختیاریه، خوب توجه داشته باشید، فعل اختیاری است. بنابراین ایمان غیر از علمه، فعل اختیاری یعنی شما باید یک کاری بکنید که چه کار بکنید؟ ایمان بیارید. ببینید الان شما میایید میگید که یک مطلب علمی رو من میخوام برای شما بگم، تا گفتم شما علم پیدا میکنید، غیر از اینه، اونجا اختیار نیست، در علم شما اختیار ندارید. اگر شما الان عرض میکنم که یک کتاب من دادم به شما، میگم این کتاب بخون، وقتی کتاب خوندی از اول تا آخر فهمیدی، همین که فهمیدی یعنی چی پیدا کردی؟ علم پیدا. میتونی بگی حالا خوندم، حالا میخوام ببینم انتخاب کنم علم پیدا بکنم یا نکنم، اینطوریه؟ نه، شما خود به خود چیه؟ آه؟ علم پیدا کردی، توجه فرمودی یا نه؟ شما وقتی که بری آبادان خود به خود عرق میکنی دیگه، اما پشت تلفن نمیتونی بگی که بگن خالص تو آبادان چیکار میکنی؟ میگی امروز رفتیم سینما، دیگه چیکار کردی؟ عرق هم کردی. مگه میشه سینما رفتن و با انتخابت رفتی، ولی عرق کردن رو که شما خود به خود عرق میکنی دیگه، توجه فرمودید؟ بعضی از افعال اختیاری هن، خود به خود نیست. اینو بنده بارها مثال زدم، دو نفر داشتن اونجا صحبت میکردن، بعد میخندیدن اون ور تو پشت اون در، یکی هم اینجا واشتاده دو اونا نگاه میکرد، دید اینا میخندن، اینا شروع که خندیدن، گفتن تو چرا میخندی؟ گفت من اونا اعتماد دارم، اونا بی خودی به چیزی نمیخندن. توجه فرمودی یا نه؟ ایمان که اینطوری نیست، تحصیل باید انسان بکنه. بنابراین میگه فعل اختیاریه چون متعلق امر قرار میگیره. در قرآن میگه آمنو
کما آمن الناس، برید ایمان بیارید. یعنی کاری باید بکنید که ما بدون شما مؤمنید. چیکار باید بکنیم؟ الان از امشب میخوایم ایمان بیاریم، بعد چیکار بکنیم؟ سومیش افزایش پذیر است، افزایش پیدا میکنه. توجه فرمودید، ولی علم افزایش پیدا نمیکنه. الان شما علم دارید که این گلدون اینجاست، درسته یا نه؟ علم ندارید این، حالا این افزایش پیدا میکنه؟ نه دیگه. فردا میای میگی که من دیروز دیدم این گلدون اینجاست، اما امروز علمم بیشتر شد. یعنی علم به این که اینجا هست ها، نه این اینجا هست دیگه. اما ایمان افزایش پیدا میکنه، ایمان کش میاد. یا ایها الذین آمنو، اینو بارها بنده عرض کردم، آمنو بالله در قرآن هست. یا ایها الذین آمنو، خداوند ای کسانی که ایمان آوردید. حالا داره با کیا صحبت میکنه؟ با مؤمنین. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، میخواهید من به شما یک بیزینس یاد بدم که شما رو نجات بده از عذاب علیم؟ خب بگو چیه، با کی داره صحبت میکنه؟ با مؤمنین. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، خب اون چیه؟ تؤمنون بالله، شما که مؤمنید بعد ایمان بیارید به خدا. ما ایمان داریم، شما خود میگی که ما مؤمنیم. نه، باید ایمانتون از مرتبه دانی به مرتبه اعلا برسه. خب حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی که به پیغمبر اکرم میفرماید که جبرئیل آمده و جبرئیل میگه هر چی میخواد بگو ما بهش بدیم، یعنی به حضرت زهرا از جانب خداوند، حضرت زهرا میفرماید که من هیچ آرزویی ندارم، شغلتنی ان مسئلتهی لذت و خدمته، این چیزی که از اون بخوام دیگه من مشغول لذت خدمت به محبوبم رو دارم، مشغول اون لذت هستم. این لذت من غافل میکنه که اصلا چیزی بخوام. من بی حاجتم، من اصلا آدمی هستم حاجت ندارم. من گروهی میشناسم ز اولیا که دهانشان بسته باشد از دعا. مولانا میگه گروهی از اولیا هستن اصلا دعا نمیکنن. چرا دعا نمیکنن؟ میگن بی ادبیه اگه ما از خدا چیزی بخوایم، برای که ما راضی به رضای او هستیم دیگه، بی ادبیه ما چیزی از او بخوایم. همه چی برای ما هست، برای ما به مقام رضا رسیدیم، ما جریان پیدا کردیم. برای شما ایمان فاطمه زهرا با ایمان خودت میخوای مقایسه بکن؟ من نعوذ، میلیون ها کیلومتر فاصله داره، من میتونم با یه آش شله ایمان حضرت زهرا رو پیدا بکنم؟ نه. بنابراین این مراتب داره، ایمان افزایش پذیر است. چهارم از میان رفتنی است، یعنی ایمان آدم از بین میره و تبدیل به کفر میشه. در سوره آل عمران آیه 76، کیف یهدی الله قوما کفروا، خدا چگونه هدایت بکنه قومی که کافر شدن بعد از ایمانشون، یعنی بعد از که اینا ایمان آوردن کافر شدن. خب پنجم، به موجودات عینی خارجی تعلق پیدا میکنه. خداوند میگه شما ایمان بیارید، در سوره از بقره آیه 177، من آمن بالله، الله یک وجود عینی خارجی است، ول یوم الاخر، ول ملائکه، ملائکه نیروهای غیبی مال ملکوتن، ایمان داره، ول کتاب و نبیین. خب ششم، علاوه بر این که به این موجودات تعلق میگیره، به گزاره ها هم تعلق پیدا میکنه. یعنی الان ما میگیم که مثلا میگن زن مسلمان باید این چنین باشد، ایمان داری؟ ها؟ این گزارش، ایمان داری به این یا نداری؟ نمیدونم شراب حرام است، شرب خمر حرام است، مثلا کسی شراب بخوره کار غلطی انجام داد، کار زشتی در پیشگاه خدا، اینو ایمان داری یا نداری؟ اینو میگن ایمان به گزاره ها. آمنا بالله و ما انزل الینا، اون چیزی که نازل میشه گزاره هست. در سوره عرض میکنم که آیه 136 مراجعه بفرمید، آیه سوره شو ننوشتم، سوره بقره، بله سوره بقره. خب هفتم، چیزی غیر از علم است که همین الان من درس کردم، الذین اوتوا العلم والایمان، اون کسانی که خدا بهشون علم داد و چی؟ و معلوم میشه که یه سری علما ممکنه مؤمن نباشن، اصلا ایمان نداشته باشن. عالمی که به علمش عمل نمیکنه اون ایمان نداره، اون مؤمن نیست، ولی عالمه. حالا عالمه، چند تا دکترا هم داره، یا عمامش رو که بخواید در نظر بگیرید مثلا 100 کیلو میشه، باشه، میگم 40 سال هم تو حوزه درس خونده. نه، اینا اعتباریه، اینا اعتباریات است. مولانا یه داستانی نقل میکنه، میگه یک فقیه زمان قدیم عمامش هر چی بزرگتر بود اینا عالم تر بودن، یک فقیهی میخواست عمامش رو بزرگ بنده، پول نداشت بنده خدا، رفت یه متر چلوار خرید، چلوار سفید، بعد این چلوارا رو وصل کرد، معذرت میخوام، به کهنه بچه، کنهایی که بچه که خانومش تو خونه داشت، اینو کرد یک عمامه بزرگ بس به سرش و این چلوار بیرون بود ولی تو کهنه بود، بعد یعنی لباسای کهنه بود، اینا رو عمل کرد عمامه، اومد بیرون یه دزدی فکر کرد که این چقدر چلواره، ورداشت عمامه آقا رو دزدید و رفت، هر چه این داد زد، بابا اینا کهنه است، اینا پارچه کهنه است، برگرد. بعد مولانا از اونجا نتیجه میگیره، میگه آدمایی هم هستن که اینا
درونشون کهنه است اما بیرونشون خیلی نو نشون میدن و خودشونو بزک میکنن، بزک شخصیتی. بله من اینطوری هم بزک شخصیتی، ولی در درون هیچی نداره. بنابراین الذین اوتوا العلم و الایمان، چرا ایمان غیر از علمه؟ از شما سوال میکنم آقا، یه کسی به شما میگه ایمان علمه، میگه نه ایمان غیر از علمه. از کجا میگی؟ برای اینکه تو قرآن میگه کسانی که خدا بهشون هم علم داد و هم چی؟ ایمان. اگه ایمان علم باشه یعنی ایمان داد، یعنی بهشون علم داده. پس ایمان معلوم میشه از مقوله دانستن نیست. هشتم، ممکنه کسی مؤمن باشه ولی اطمینان به مطلبی نداشته باشه، با عدم اطمینان جمع میشه. توجه فرمودید؟ مثلا شما ایمان دارید به همسرت ولی امشب داره جایی میره، اطمینان نداری. ایمان داری بهش، آدم خوبیه، ولی این حرفی که داره این میزنه من دارم اینجا میرم یه خود متزلزله، جای دیگه شاید داره میره، شاید نمیخواد شما بدونید، شاید شما ناراحت بشید، شاید شما بترسید دیدن یه مریض داره میره، اطمینان نداری. در قرآن حضرت ابراهیم میفرماید خدایا به من نشون بده مرده ها رو چگونه زنده میکنی. قال اولم تؤمن، آیشو آوردم. خدا میگه مگه ایمان نداری؟ قال بلا، ایمان دارم، ولیکن لیطمئن قلبی. پس معلوم میشه حضرت ابراهیم در یه مرحله ایمان داشته ولی چی؟ اطمینان قلب نداشته. این آیات قرآن. نهم، خود ایمان متعلق کفر واقع میشه. یعنی میگید و من یکفر بل ایمان، یعنی کسانی که به ایمان کفر میورزن. یعنی ایمان ببین چقدر مهمه که کفرم بهش تعلق پیدا میکنه. دهم، با شک جمع میشه. یعنی کسی ممکنه ایمان داشته باشه اما شک هم داشته باشه. لنعلم من یؤمن بالآخره، برای اینکه مشخص بشه کیا ایمان دارن به آخرت. من منه و منها فی شک، از اونها جدا بشن که شک دارن. سوره سبع، عرض میکنم که به باطل هم تعلق میگیره. الذین آمنوا بالباطل، کسانی که ایمان دارن مؤمنن اما به یه باطلی ایمان دارن، به خاطر اون باطل جونشون هم میدن، به خاطر اون باطل پولشون هم میدن، به خاطر اون باطل آبروشون هم میدن. بله اینا مؤمنن، جزء مؤمنین هستن ولی به باطل ایمان دارن، به باطل ایمان دارن. بله الذین آمنوا بالباطل، اینا ایمان داره به این که مثلا آقا که دعا نویسه، این دعایی که مینویسه این درسته، میره پیشش تو امامزاده صالح میگه این دعا رو بنویس، میگه این دعا رو برات مینویسم، باید بری، عرض میکنم که این دعا رو باید بشوری بریزید نمیدونم توی استکانی و چند تا مثلا ناخن نمیدونم موش نرم باید بگیری اینو بکوبی بریزی روش، بعد باید حتما بری وقتی که شوهرتون خوابیده با یه قیچی چیزی یه مقدار از سیبیلشو باید شما بچینی یا موی سرشو اونم خورد کنی تو این بریزی، بعد بذاری یه هفته بمونه نمیدونم فلان چیزم بریزی حالا اسم نمیارم اینا رو، بعد یواشکی بهش بدی بخوره. این واقعا هم ایمان داره، در میاره مثلا 500 هزار تومان هم میده به آقا، ایمان داره. چی؟ ایمان به یه باطلی داره. الذین آمنوا بالباطل، کسانی که ایمان دارن به باطل. این ماجرا بنده بارها گفتم که در ایتالیا در یک کلیسایی یه گربه‌ای میومد تو دست و پای مردم، کشیش که مثل بنده که داشت سخن میگفت این گربه حواسشو پرت میکرد، گفت آقا این گربه رو بگیرید بذارید بلند یه جا بندازید. گربه رو گرفتن کردن توی سبد، سبد دینه از سقف آویزونه، گربه اونجا تو سبد نشست و آقام سخنرانی کرد. بعد نشون میده که بعد از 100 سال در دهاتای ایتالیا و شهرهای ایتالیا تو هر کلیسایی که میری یعنی گربه کردن توی سبد، میگن این شکون داره و این دعا رو مستجاب میکنه، این جزء سنت‌های ما شده. بسیاری از چیزهایی که از کودکی به ما گفتن تو سر ما کردن به نام هر چی، معتقداتی که اومده و ما ایمان به این اعتقادات باطل داریم، ایمان داریم به این اعتقادات. چی؟ اعتقادات باطل نیستش؟ همینطور تخم مرغ شکستن بنده بارها عرض کردم این خودش یک جزء اعتقادات باطل، اعتقاد داره آقا تخم مرغ، یه نفر مریض شد تخم مرغ ورم دارم میارم با یه دونه زغال نمیدونم بنویس خال زهرا نمیدونم تاج خانم نمیدونم عروس تاج خانم نمیدونم مشتسن علی آقای سرهنگ سپور محله آقا پیش نماز عروس پیش نماز عمرو، بعد شروع کردن دونه دونه گفتن و یا مرتبه تا میگه آقا پیش نماز تخم مرغ میترکه، آخ چشم حسود بترکه، لعنتش هم میکنه. این جزء خرافاته. بله عرض میکنم خدمتون که لزوماً عمل صالح به بار نمی آورد. لزوماً من آمن بالله و یوم الاخر و عمل صالحاً، یعنی کسی که ایمان بیاره و عمل صالح انجام بده. پس ممکنه که من ایمان داشته باشم ولی به دنبالش عمل صالح نباشه. حالا اینا رو من توضیح میدم. سوره بقره آیه 62، 13 هم
مقدم بر هدایت است، مقدم بر راه یافتگی است. اگه کسی بخواد رها بشه اول باید ایمان بیاره. و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. 14 لزوما فلاح آورم نیست. البته اینجا میگه قد افلح المؤمنون. چطور این الان اینجا پارادوکس تناقض؟ از یه جا خدا میگه قد افلح چی مؤمنون، اینجا میگه که من تاب و آمن و عمل صالحا، کسی که ایمان بیاره و عمل صالح انجام بده، فعسى ان یکون من المفلحین. عسى یعنی چی؟ شاید از فلاح باشه. ولی این آیه میگه قد افلح المؤمنون، شما میتونید جواب اینو بدین؟ این تناقض گفته خدا. یه جفه میگه قد افلح المؤمنون، حتما مؤمنین به فلاح میرسن. اینجا میگه ممکن است. حالا این جوابشو بنده عرض میکنم. 15 همیشه هم سودمند نیست. فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا. وقتی سختی ما رو میبینن دیگه، اون موقعی که ایمان دیگه آقا شروع بکنه به لرزیدن و بگه من ایمان آوردم. حالا من جواب این رو عرض میکنم. ببینید اون چه که بنده توی این 15 ماده اینا به عنوان این استش که شما روی اینا مطالعه بکنید، فکر بکنید. این آیاتی که ما آوردیم، من هر کدوم از اینا رو بخوام صحبت کنم 15 روز بعد ای دونه دونه اینا رو شرح بدم. اما اون چیزی که مطرح است این است که ایمان گفتیم افزایش پذیره، یعنی دارای مراتبه. مثل نور، نور یک شمعی داریم، نور 10 شمعی داریم، نور 50 شمعی داریم، نور 500 شمعی داریم. این دارای مراتبه. این که خدا میگه قد افلح المؤمنون، بعد صفاتشون رو میگه، فردا بحث میکنیم. این مؤمنین در مرتبه عالی قد افلح المؤمنون، ولی مؤمنی که در مرتبه کودکستان هستن، هنوز دارن بازی میکنن، یا ایمانشون متزلزله. ها، در قرآن در سوره یوسف هست که خداوند میفرماید لا یؤمن اکثرهم، اکثرهم، اکثر اینا ایمان نمیارن. یعنی اگه ما جامعه رو در نظر بگیریم، اکثرشون چی هست؟ ها، مؤمن نیستن، اقلیتی مؤمنن. درست شد؟ قرآن داره میگه ما یؤمن اکثرهم، اکثر اینا ایمان نمیارن. پس یه اقلیت میمونه و اون اقلیت هم باز دو قسمت میشه، الا و هم مشرکون، مگر این که اونها هم چی هستن؟ ها، مشرکن. یعنی اونایی هم که ایمان دارن مشرکن. همه شما که اینجا نشستین مشرک تشریف دارین، بنده هم همینطور. یعنی به یک معنای ما شرک تو زندگیمون هست. اینطور نیست که خالص 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 باشه، ما که جز مخلصین نیستیم. بنابراین اونجایی که ما کودکستانی هستیم و خالص نیست و گاهی اینور گاهی اینور، خسرت دنیا و آخره، اینجا خب معلومه که خداوند میگه ممکنه حالا یه دری به تخته بخوره و این جزء مفلحین قرار بگیره، ولی اینجا میگه قد افلح المؤمنون. و این نکته رو باید توجه داشته باشید. علم و دانستن به معنای ایمان نیست. اصلا ایمان از مقوله علم نیست، از مقوله محبت است، از مقوله شوق است، از مقوله اراده است، از مقوله خواستن است. یه وقتی هست که شما میگید این هست، این علمه. یه وقتی هست که میگید من باید این طور باشم، اراده در وجودتون میاد، شوق در وجودتون میاد، کشش در وجودتون میاد. من برای اینکه اینو براتون توضیح بدم، ببینید خیلی از علما هستن که به علمشون عمل نمیکنن. خیلی از کسایی که میدونن ولی به علمشون عمل نمیکنن. یعنی میدونن معاصی بد است، میدونند، میدونن قیامتی هست، میدونن فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرهو و من یعمل مثقال ذره شرا یرهو. از من و شما بهتر قش تفسیر میکنن این که انسان چگونه عملش رو میبینه. یعنی بنده برام شما توضیح میدم، شما چگونه عملتو میبینی. اما من بازم معصیت میکنم، بازم من شر میکنم، بازم من شر هستم. چرا اینطوریه؟ این چرا، این علتش چی است؟ اینی که اومدن این بحث رو مطرح کردن که ما وقتی که انسانو در نظر میگیریم، ظاهر من، ظاهر شما که الان اینجا نشستید، دو تا قوا دارید، قوای ادراکی و قوای تحریکی. شما دو تا قوه دارید، همین خانم ها آقایونی که اینجا تشریف دارن دو تا قوه دارن. قوای ادراکی مثل چشم درک میکنید، ها، این بلندگوه، این کاغذه، این انسان های شریف هستن، این گلدان، این گله، این چشم من جز قوای ادراکی است، نیست؟ گوش شما جز قوای چی هست؟ ها، ادراکی است. حالا یه قوایی هم داریم که تحریکی هست. دست و پا دیگه قوای ادراکی نیست. دست شما که درکی نیست، دست شما قوه تحریکی است، پای شما قوه تحریکی است. الان شما میبینید مار داره میاد، مار اینجا الان من دارم نگاه میکنم، مار داره میاد به سمت من. خب من وقتی نگاه بکنم این ادراکش میکنم، قوه تحریکی بلند میشم چیکار میکنم؟ ها، فرار میکنم، میرم. این قوای تحریک. آدم ها در خارج، یعنی در این قوا 4 دسته میشن. یه عده قوای ادراکی دارن،
اما قوای تحریکی ندارن. مثلا یه نفر چلاقه، معذرت میخوام، پا نداره، یا فلجه، معلوله، عقرب رو میبینه، میفهمه عقربه، ولی نمیتونه فرار کنه بره. اینجا قوای ادراکی داره اما قوای تحریکی نداره. یه عده قوای تحریکی دارن، میتونن بدوان اما کورن، نابینایان. اینجا که نشسته میتونه بدوه اما چیه؟ نمیبینه مار رو، عقرب رو چیه؟ نمیبینه. دسته سوم کسایی هستن که هم قوای ادراکیشون تعطیل شده، یعنی هم کورن هم معلولن، یعنی معلول ادراکی و معلول تحریک. دسته چهارم کسایی هستن که هم میبینن، هم ادراک دارن، هم قوای چی دارن؟ تحریکی، میتونن فرار کنن برن. حالا در درونم ما همینطوری هستیم. در درون من قوای ادراکیم درک میکنه که قیامتی هست، مرگی هست، مسئولیتی هست. اصلا تو همین دنیا من مسئولیت دارم، همه اینا، این مسئولیت ها در من، اینا رو همه رو حس میکنم، درک میکنم در وجودم، اما چرا عمل نمی کنم؟ برای اینکه قوای تحریکی وجودی من، نه دست و پاما، تو وجودم و تو قلبم، اینا گرفتار چیز دیگه ای هستن، دست و پاشون بسته شده به چیزهای دیگه. توجه فرمودی؟ یه خانم آقا، یه زن و شوهر توی خونه دارن بحث میکنن، خانم حرفی میزنه، آقای میدونه که این خانم راست میگه، درست داره میگه، این داره درست میگه این خانم، اما این آقا چی میکنه؟ ها؟ میگه نه، تو اصلا پرتی، نمیدونی، شلی، تو نمیفهمی. خب این وقتی به اون میگه نمیفهمی، خودش میدونه که داره دروغ میگه. چرا؟ برای اینکه این کبر در وجودش اجازه نمیده که در مقابل همسرش بگه آره من معذرت میخوام، تو اشتباه کردی. این کبر، توجه فرمودیم. حالا بنده یک جمله رو اینجا اشتباه میگم، خب خودم هم میفهمم اشتباه گفتم. یه نفر از اون عقب دستشو بلند میکنه، میخواد بگه شما آقا آیه رو اشتباه گفتی، منم میفهمم، اما این کبر من، این کبر پنهان من که من میخوام اینجا خودم مطرح باشم و من اصلا نباید اشتباهی داشته باشم، معصوم میدونم خودم رو، توجیه میکنم، مخالفت میکنم، میگم نه آقا شما نمیدونید، اطلاع ندارید، ما 40 سال درس خوندیم، این معنا هم داره، اینطوری هم هست. بنابراین ایمان از مقوله اراده است. توجه فرمایید. خب حالا بنده یک کار کاربردی هم بهتون بگم، دیگه همه رو دعا بکنم چون باید برسیم به اذان و من چند کلمه صحبت‌های اضافی هم دارم. ما چه کار کنیم که ایمانمون تضعیف نشه و ایمانمون تقویت بشه؟ از همین امشب، ماه رمضان دیگه، ما می‌خوایم تمرین چی بکنیم؟ تمرین ایمان ورزی بکنیم. ما چه کار باید بکنیم؟ آقا بریم کتاب بخونیم، امشب بلند شیم نماز شب بخونیم، نمیدونم سحر بلند شیم سحری داشته باشیم، سحری نمیدونم. حالا بعضی سحری نمیخورن دیگه، روزه وصال میگیرن، یعنی از این افطار تا اون افطار، درست که این مکروه، پسندیده نیست، باید بلند شو آدم سحری بخوره. خب ما چی کار بکنیم که ایمانمون تضعیف بشه؟ شما نگاه کنید همین امشب، از همین امشب من و شما شروع کنیم، یه لیستی بذارین جلوتون، ارزش های منفی رو چند تاشو بنویسید، چند تا ارزش های مثبت رو هم بنویسید، و نسبت به این ارزش های منفی و این ارزش های مثبت، یعنی کارهای خوب و کارهای بد، شما این تمرینی که بنده دارم عرض میکنم داشته باشید. مشارطه اول، ایمان اگه بخواد تضعیف بشه، واقعا اینو به شما بگم، اگه انسان به خوبی ها عمل کنه ایمانش تقویت میشه، اگر بدی هایی رو که میدونه بده اون بدی ها رو مرتکب شد، ایمانش به تدریج ضعیف میشه و از بین میره. مسلم این رو شما بدانید، ایمانش ضعیف میشه و از بین. خب ما اینا رو بنویسیم و با خودمون مشارطه کنیم. من با خودم شرط بکنم که فردا که روزه میگیرم، مگه شرط نمیکنی که آب نخوری؟ شرط نمیکنی که ساندویج نخوری؟ شرط کن که پشت سر هیچ کس حرف نزنی. این شرط. خب بعد از مشارطه مراقبه کن، یعنی تا خواستی پشت سر کسی حرف بزنی، میگه من روزم، نباید پشت سر کسی حرف بزنم. اینو میگن مراقبه، تا شب مراقبه. شب که اومدی خواستی بخوابی، حالا محاسبه بکن. ببین آها، محاسبه که میکنی در اونجا یادت میفته که دو جا شما پشت سر کسی حرف زدی و هشت جا هم خواستی حرف بزنی جلو خودتو گرفتی. هر دوتای اینها رو شما توی مشارطه، توی محاسبه خودت میاری. اونجایی که جلو خودتو گرفتی سجده شکر به جا بیار، اونجایی که نتونستی جلو خودتو بگیری اونجا خودتو سرزنش بکن. اینو بهش میگن چی؟ محاسبه. بعد نسبت به اون دو قسمتی که پشت سر کسی حرف زدی خودتو معاتبه کن، یعنی ملامت بکن و به دنبال اون معاقبه بکن. معاقبه یعنی عقوبت قرار بده.
فردا من به خاطر این که پشت سر دو نفر حرف زدم $30 میدم به یک فقیر. این کارو بکن، ایمان تضعیف تقویت میشه. این کار، این که دارم عرض میکنم. و خطاهایی که از نظر ما، مثلا میگیم دروغ، خب آقا بنده دروغ نمیگم الحمدلله و تمرینم میکنم که نه دروغ و اینا، که خب شما مسلما دروغ نمیگید، البته شما جدا هستید. در ایران که دروغ نهادینه شده اصلا، دیگه همه یاد دادن دیگه، چون مردم شبیه حاکمانشون هستن. الناس علی دین ملوکهم، پیغمبر گفته حاکمان چون دروغ میگن مردم هم دیگه آلوده شدن و دروغ میگن و دستشون این ور و اون ور و اینا. و بنابراین میگه آقا توی مجلس که رفتیم خواستگاریه مباد حرف بزنی، واقعیت مامانه به آقای داماد میگه. اینی که دارم بگم دروغ میگی، اصلا هم از سوال کردن اینی که من میگم میگی، این نهادینه شده، این دروغ. نه، بعضی از گناهان هست که اینها وجود ما رو میخوره، ایمان ما رو میخوره. من یکیشو از امشب بگم، حالا شبای دیگه هم میگم. یکی همین سرزنش کردن دیگران. خدا این آدم روزه بگیره که کسی رو سرزنش نکنه، اگه تونستیم ما این کارو بکنیم. سرزنش، این سرزنشی که ما میکنیم، دیگران رو سرزنش میکنیم. سرزنش چند جورها، اینو شما توجه داشته باشید، که در زبان عربی میگن ملامت نیست، اما در زبان عربی هر کدام از سرزنش ها درجات داره ولی اسمش فرق میکنه. سرزنش، اول آدم خودشو سرزنش بکنه، این خیلی خوبه که دائما شما خودتو سرزنش بکنی، یعنی همون جایی که اومدی محاسبه کنی، ها تو محاسبه گفتی آه من با خودم شرط کرده بودم که پشت سر کسی حرف نزنم، دو مرتبه پشت سر فلانی و فلانی حرف زدم، اونجا خودم رو سرزنش بکنم، این سرزنش. اما اینم توجه داشته باشید، افراط نباید باشه که دائما انسان خودش رو سرزنش بکنه. اگه من کار خطایی کردم تا 10 روز هی به خودم سرزنش بکنم، دچار افسردگی و جمود و عرض کنم که دیپرس میشم اصلا، وقتی که هی بخوام خودم رو سرزنش بکنم. بلکه از اون ور باید خوبی های خودم هم در مد نظر داشته باشم. این رو بهش میگن ملامت، یعنی ملامت بکنم خودم رو، درست شو؟ دومی اونجاییست که شما روی خیرخواهی، روی اندیشه مثبت، روی صلاح، روی نورانیت کسی را تذکر میدی، سرزنش میکنی و اون اسمشو میذارن عتاب. اون دیگه ملامت نیست، اون اسمش چی هست؟ عتابه. توجه داشته باشید، این عتابی که گفته میشه که انسان بخواد بچه، شما بچه خودتون رو میخواید عتاب بکنید، اینطوری نیست به این سادگی باشه که شما بچه رو عتاب بکنی و سرزنش بکنی. خیلی آموزه ها در دین گفته شده است، شرایطش باید مشخص بشه، نحوه گفتن باید مشخص بشه، زمانش، مکانش، تمام اینها. و من چگونه این رو بیان بکنم؟ من میخوام، شما میخواید منو سرزنش بکنید، میخواید منو ملامت بکنید، جلوی جمع بلند بشید آقا این چه سخنرانی است که تو کردی، خیلی شلوول حرف زدی. این سرزنش عین معصیته که جلوی جمع، در حضور جمع اگر کسی رو سرزنش کرد که قصد او مسخره باشد، قصد او تحقیر باشد، قصد او خندیدن دیگران باشد، اینا خود این ایمان رو تضعیف میکنه. بعد انسان در خلوت تازه نحوه گفتنم چگونه بگه اون خیلی مهمه که خودشو باید قاطی بکنه. ببین آقا، من و شما که معتقدیم، من و شما که نام خودمون رو گذاشتیم مسلمون، من و شما که به ایرانی بودن خودمون مینازیم، مثلا من و شما چرا باید اینطوری باشیم؟ همین تموش. اما دیگه نه که هر لحظه این سرزنش هی چی بشه، هی تکرار بشه، هر لحظه این سرزنش تکرار بشه. حالا با قصد خیر، مثلا شما بچه خودتو با قصد خیر میخوای سرزنش بکنی، این سرزنش شما بچه خودتون جلوی خواهرش سرزنش میکنه، بعدش هم هی بهش میگی. وقتی که بهش گفتی، حضرت علی علیه السلام میفرماید وقتی که ملامت افراط شد درش، کار برعکس میشه، یعنی لجبازی میکنه، شخص با شما لجبازی میکنه. و درجه سومی که خیلی معصیت کبیره است، اسمش از ایر تعییر، یعنی سرزنشی که این سرزنش در ملأ عام با عرض میکنم که حالا یا نیت صالح یا نیت فاسد فرقی نمیکنه، در ملأ عام که باعث خورد شدن فرد دیگری بشه، که این رو در ملأ عام انسان مطرح بکنه. حضرت علی علیه السلام میفرماید اگر کسی این چنین دیگری رو سرزنش کرد، علاوه بر اینکه ایمانش از بین میره، علاوه بر این نمیمیرد مگر اینکه خودش اون عیبی رو که جلوی جمع گفته خود اونو مرتکب بشه.